بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیزم، روزتان بخیر، روز پنجشنبه تان به خوبی و خوشی باشه. امید دارم که یک شما هموطنان عزیزم و هر کسی که بیننده برنامه روشنا هستد، امروز یک روز پر از خوشی، پر از صمیمیت، پر از صفا و همچنین پر از آرامش و امید به خدای بزرگ داشته باشم. امید دارم که امروز هم بیننده برنامه روشنا باشین تا آخرین لحظات، مثل همیشه همگام و همراه با ما باشین. و اما امروز میخواییم که با شما عزیزان در رابطه با چه موضوع مهمی صحبت کنیم. بله، ما و شما همیشه در گفتگوها و صحبتهای خوب خود ما که در برنامه روشنا برای شما عزیزان بیان کردیم و گفتیم، همیشه از موفقیت‌ها گفتیم و ای که چه عواملی باعث میشه که ما در زندگی موفق باشیم. عامل‌های زیادی را گفتیم، مثل تلاش، کوشش، برنامه ریزی، داشتن هدف، داشتن انگیزه، داشتن امید به زندگی، توکل به خدا. اینا همه عوامل هستن که ما رو میتونن به موفقیت ها نزدیک کنن. اما یک عامل دیگه هم هست، یک عامل بسیار مهمه که در کنار سایر عوامل میتونه مکمل باشه برای موفقیت و پیروزی شما عزیزان، و او صبر و پایداری و استقامت است. شما عزیزان بیننده، چقدر زندگیتان صبورانه است؟ چقدر در زندگیتان صبر و پایداری دارین؟ موضوع امروز برنامه ما هم همین است. میخوایم ببینیم که نقش صبر در زندگی ما چقدر میتونه مهم باشه، چقدر میتونه اهمیت داشته باشه، چقدر میتونه ما را به سمت موفقیت ها پیش ببره. با خاطر همو خواهر خوم و خانم حسن زاده کارشناس امروز برنامه هستن. سلام خانم حسن زاده، خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم که این برنامه رو میبینن. آرزوی سلامتی و تندرستی بهشون دارم. انشالله که در هر کجا هستن سالم و تندرست باشن و روز خوبی رو در پیش داشته باشن. زنده باشین، تشکر. موضوع بسیار خوب است خانم حسنزاده، و فکر میکنم که اکثر بیننده های خوب عزیز ما که امروز بیننده برنامه هستن بسیار علاقمند شدن به این موضوع که ببینن که واقعا صبر چقدر میتونه در زندگی اهمیت داشته باشه و زندگی صبورانه را امتحان کنن، در زندگی خودشان بیاموزن و او را تجربه کنن. پس بیاین در شروع برنامه یک تعریفی از صبر داشته باشیم. بگیم صبر به چه معنا هست؟ باش. خب بس، ما همونطور که شما فرمودید زندگی صبورانه موضوع اول موضوعی است که ما میخوایم در این جلسه انشالله بررسی کنیم. ولی در جلسه اول این مباحثی که درباره زندگی صبورانه میخوایم مورد بررسی قرار بدیم، نقش صبر در زندگی چقدر تاثیر داره، صبر در زندگی انسان چقدر میتونه روی برای موفقیت های خود، برای کارهایی که انجام میده روی صبر انسان حساب کنه. در یک زندگی خانوادگی چقدر روی صبر میتونه انسان حساب کنه و او رو عامل پیشرفت او خانواده و کمال او خانواده بدانه. بله، اینکه صبر چیه و انسان صبور چه کسی هست، ما در این جلسه انشالله بررسی میکنیم. دنیایی که ما در همه میدونن که دنیایی که ما داریم در اون زندگی میکنیم، دنیایی است که همش در سرعته، همش میخوان کارهاشون سریع انجام بشه. بله بله. و این اونقدر سریع اتفاقی بیفته ای کارها که اصلا فرصتی رو برای صبر کردن برای انسان نمیذاره. حتی انسان رو اجازه نمیده که انسان برای یک مقدار کارهای صبر کنه. خب مثلا برای صحبت کردن ممکنه او طرف کره زمین انسان خواسته باشه با خواهری، برادری، اقوامی، دوستان صحبت کنه، با چند تا لمس کردن چند تا دکمه بس. یا مثلا چند تا عدد رو میزنی یا چند تا حروف رو میزنی، میتونی از احوال اونها آگاهی پیدا کنی. خب همین پیشرفت و اینها باعث شده که در زندگی انسان صبر رو یک مقدار ضعیف‌تر کنه. ما الان دوره الان رو ببینیم با دوره های قبل، میبینیم جوانای امروز، نوجوانای امروز نسبت به پدر و مادر و پدر بزرگهای خودشان صبر کمتری دارن. این علتش همین دنیایی است که با سرعت و تکنولوژی پیشرفت هست. صبر و سرعت فرق نمیکنه خلاص؟ چرا، با او فرق میکنه. میگم باز هم او در زندگی انسان تاثیرگذار بوده. مثلا حتی در زندگی انسان مثلا فرقی که داره اونه که او با انسان باید از او استفاده کنه برای صبر خودش.
ولی ما متاسفانه ما داریم کسایی که اون رو در زندگی خودشان به کار میبرن. مثلا به زندگی روزمره بتونیم مثال بزنیم، خب همه مادرها و مادر بزرگهای قدیم به بیشتر وقت میگذاشتن، غذاهای آماده میکردن و صبورانه و غذاهای مثلا خیلی هم خوشمزه بود اونا رو آماده میکردن. ولی جوانای الان دیگه وقت برای اونها نمیذارن، یا مشغله کاری اونها نمیذاره، یا فرصت ندارن. همون کلن پیشرفت و سرعت باعث شده جلو از اینا رو بگیره، مثلا بیشتر غذاهای آماده در خانه استفاده میکنن. بله. خب این خودش یک نقطه ضعف هست. خب اینها تاثیر میخوایم بگیم داره، همین سرعتی که ما داریم میگیم در زندگی روزمره برای انسانها تاثیرگذار هست. درست. خب حالا ما چیکار کنیم که اون سرعت رو به نحو احسن استفاده کنیم و صبر هم داشته باشیم؟ بسیار. خب حتی من میتونم به جرئت بگیم که حتی انسانهایی بود، مثلا پدر و مادرای ما از انسانهایی بودن که کسانی بودن که با یک خانواده خویشاوندان بسیار گسترده زندگی میکردن. خب مثلا با اقوام دختری که ازدواج میکرد و به خانه همسر خود میرفت، خب با پدر مادر همسر، خواهر برادران همسر، حتی میتونم بگیم با عموهای او همسر در یک خانه، پدر کلان مادر کلان، و زندگی میکرد. خب این به چه زندگی موفقی داشت؟ او زندگی صبورانه داشت در زندگی خودش، چون صبر امروزی داشت. ولی امروز نه، همه خانواده ها کوچیک و کوچیکتر شده به خاطر همون که صبر کم شده. خب این خودش یک نقطه که انسان صبر و آرامش داشته باشه بهتر میتونه پیشرفت کنه و ارتباطات قوی تری رو داشته باشه. جوانای امروزی توقعاتشان بالاست و دوست دارن که مستقل باشن، مثلا دوست دارن زندگی که مستقلانه داشته باشن. بختر از مو دوست ندارن که زندگی هایی که به سبک قدیم است و اونا صبر کنن، حتی اونها رو اشتباه میپندارن. میگن اینها مثلا کار اشتباهی هست به خاطر استقلالش. ما میگیم که همونها امروز به سبت مثلا سبکی که میخوان زندگی کنن استقلال داشته باشه، خیلی خوبه، ما مخالف استقلالشان نیستی. و یکی هم زندگی خودشان که بین اولاد و فرزند و همسر خودشانه ایست رو داشته باشه. ما میگیم این مسائل رو ما میگیم که در یک مثلا تفکر جوانای امروز به گذشته داشته باشن و یک یادآوری برای اینها بشه. درست. که امروزه چجوری از اونها الگو بگیرن. حتی حالا نمیخواد به سبک او سبک مثلا در خانه‌های کوچیک به او سبک زندگی کنن. درست. ولی از اونها میتونن الگو بگیرن. یک زندگی صبورانه داشته باشن، چون ما همیشه خواسته باشه مقایسه کنیم افرادی که مثلا نسل قبل ما خیلی موفق تر بودن در زندگی خودشان. بله. کمتر دچار به مثلا تمام شدن زندگی و طلاق فکر میکردن. بله. ولی جوانان امروز متاسفانه به کوچکترین مشکلی تنها چیزی که فکر میکنن جدایی هست. این علتش چیه؟ این که تعریف صبر رو درست متوجه نشدن. بله. که ما الان صبر رو میگیم، صبر اونه که حرکت کردن با مشکلات. یعنی تو نیست که در گوشه بشین بگو خود اگه آلمد اگه مجبور استم صبر کنم دیگه، نه مقابله کت ازو بکنه، نه پایداری بکنه، استقامت. فقط بگه خب ما دیگه این بلا سر ما اومده، دیگه ما میشینم در گوشه صبر خدا رو میکنم. احسن. دیدگاهی که امروز بعضیا دارن به صبر اینه که سکون، توقف، جا زدن، ساختن و سوختن. احسن. در صورتی که صبر یک چیز معنای بالاتری داره، مبارزه کردن با مشکلات، پیشرفتن هست. یعنی ما بتانیم که چجوری با این مشکلات زندگی، هر کسی در زندگی خودش مشکلاتی رو داره. خب مشکلات هم خیلی زیاد هست. امروز هم مشکلات نسبت به قبل هم بیشتر هست. خب از دید ما البته بیشتر است. قدیمی ها مشکلات خودشان نسل قبل به شکل خودشان داشتن، ولی صبر زیادی داشتن. ولی الان در مشکلاتی که الان هست، مشکلات رو بزرگ کردن هست. وقتی ما مشکلات رو بزرگ میکنیم در جا میزنیم، توقف میکنه، میگیم دیگه خلاص شد دیگه. چون توانایی ما بالاتر میشه، احساس میکنیم که ما نمیتونیم با او مقابله کنیم یا نمیتونیم با او حرکت کنیم. ولی صبری که ما داریم میگیم این که تسلیم نشیم، مقاومت کنیم. صبری که در قرآن هم بیان شده همین رو عیناً بیان میکنه. ما تقریبا 100 آیه در قرآن داریم که در مورد صبر سخن گفته. جالب اینجایی که عرض کنم که از هر فضایل اخلاقی نسبت به صبر بیشتر تاکید شده در قرآن.
نسبت به صبر. اصلا فضایل اخلاقی خیلی زیاد مثلا بله. آمده در قرآن، ولی صبر رو بیشتر از اون تاکید کردن، حتی با بیشتر از فضایل اخلاقی همراه کردن. یعنی اگه کمک بگیر از نماز و صبر، همه فضایل اخلاقی رو در کنار صبر بیان کنه. یعنی انقدر ارزش داره، یعنی با تمام فضایل اخلاقی ما همراه با صبر است که میتونه به کمال برسه، میتونه به رشد برسه. احسن. بسیار عالی. ما حتی در سوره عصر داریم آیه 3 و تواصوا بالصبر، یعنی در اینجا میگه یکدیگر رو به صبر توصیه کنن. خب این توصیه کردن چی؟ خداوند داره دعوت میکنه از انسان ها که به صبر همدیگر رو توصیه کنی و دعوت کنی. یعنی این خودش میخواد اینو بیان کنه آیه دلوقتي. که صبر برای هر تک تک انسان ها، برای همه انسان ها لازم است. متاسفانه الان حتی ما در سبک زندگی جدید در تربیت کردن اولاد خود ما میایم این صبر رو کنار میذاریم. حالا ممکنه بگیم چی به چه صورت باشه؟ ای که تا مسی که اولاد یک چیزی درخواست کرده است پدر مادر خود، مثلا من فلان لوازم تحریر ما یا فلان دفتر ما یا فلان کیف ما، خب این به معنی که این رو درخواست کرد، یا فلان اسباب بازی رو ما، والدین فکر میکنن وظیفه اینایه که این رو در اختیار فرزنده خود قرار بدن. خب همین باعث میشه که صبر کردن رو از فرزنده خود سلب کنم. این فرزند یاد نگیره که وقتی که مشکلی بود و مثلا وقتی که یک موردی که اون من میخواستم نبود باید صبر کنم. فکر میکنه هم هر چی که خواستم همونطور که پدر مادر مهیا کردن به من، فردا که وارد جامعه بشم یا به مطب بره یه بچه یا بدن مثلا در اجتماع حضور پیدا کنه، جامعه هم باید همون چیز به من فراهم کنن. پس در مورد کودکان هم حتی میتونیم میره اطلاق کنیم صبر. بله احسن، این رو یاد بدیم به کودکان خودمان صبر کردن رو. یعنی در سبک زندگی زبونه همه موظف به صبر کردن که یاد بگیرن که چجوری صبر کنن و از به چه شکلی. حالا کودکان به ایشه که حتی با نگفتن پدر و مادران الان نسبت به قبلا والد، چون فرزندان تعداد اینا کمتر شده متاسفانه، اولادا کمتر هستن، والدین سعی میکنن هر چی خواسته داره ای اولاد اونا داره برای تهیه کنن. خب این خود این یک جوری است که صبر رو از این فرزند میگیره که یاد نمیدن که چی جوری این صبر رو انجام بدن. وقتی یک چیزی از پدر و مادر خواست ای اولاد، وقتی پدر و مادر گفتن الان من نمیتونم برای تو این مورد رو تهیه کنم، یا مثلا مثلا درس خوب خوندی برای تو تهیه میکنم عنوان یک تشویق هدیه بدن، این خودی به کودک یاد میگیره که چی جوری تا اون موقع صبر کنه. اینا از مواردی است که والدین محترم باید به او توجه کنم. خویی به صورت مستقیم نیست، به صورت غیر مستقیم است که ما آموزش میدیم. نه شاید خود اون طفل ما مفهوم صبر نفهمه، ولی امو صبر به نحوی که خودش متوجه نشه به صورت غیر مستقیم داره تجربه میکنه در زندگی. اصلا مثلا فلان اسباب بزیر مایه بریم میگیم یک مدتی برای تعیین میکنه، یا یک کار خوبی انجام دادی ایر تعیین میکنه، یه خودی مفهوم صبر رو یاد میگیره. ولی لفظ واژه صبری که بله، ما به بله. معنان میگیم ممکنه اون کودک یعنی متوجه نشه. دقیقا صبر ما از همون دوران طفولیت تجربه میکنن، تمرین میکنن. احسن. هر انسانه میتونه که رو تمرین کنن تا که باز به مراحل بزرگتر میرسه، کلانتر میشه و مجبور میشه که صبرهای بسیار بزرگتر در مراحلهای سختتر تجربه کنن. چون اگه او از دورانی که مثلا این بچه نو کودک و نوجوان هست این صبر رو یاد بگیره، در نوجوانی خود بهتر میتونه صبر کنه و مشکلات رو حل کنه. خب وقتی هم خصوصا ما الان بحث خانواده رو داریم، وقتی که ازدواج کنن اینجوری صبر باید نهایت، چون مشکلات هست. بله. یک دو نفری که با هم ازدواج کردن، یک آقا و یک خانمی که با هم ازدواج کردن و زندگی از عشق و امید رو آغاز کردن، اینها ممکنه به بعض وقتا دیدیم دیگه الان بین اقوام، بین آشنایان، دوستان، زندگی از اینا به دو سه سال نمیرسه، چون اون ممکنه دلایل دیگه بگن. اصلا وقتی بهشون بگیم مشکل شما صبره، میگن نه ما صبر داریم، این مشکلات از طرف مقابل ما
مثلا مشکلاتی که نام میبرن، میگن من اشتباه کردم در انتخاب همسر، یا همسر من از لحاظ وضع اقتصادی ضعیفه، یا مشکل خانوادگی داره، خانواده رو در امور مدخالت میکنن، یا مشکلات دیگه که خانم یا آقا ذکر میکنن. خب همه اینها رو وقتی که ریشه یابی میکنن، الان بیشتر مشکلات خانوادگی ریشه در صبر داره. بله، این خانه آقا که وقتی زندگی رو شروع میکنن، اگه به این توجه داشته باشن، این خانم از یک خانواده، از یک فرهنگ، از یک آداب رسومی هست، ممکنه از همشهری باشن یا مثلا بگن که ما فامیل حتی باشن، ولی این در یک خانواده رشد کرده، با یک خصوصیات اخلاقی است. و در مقابل آقا هم همینطور با یک خصوصیات اخلاقی رشد کرده، و حتی ممکنه در یک خانواده دو تا خواهر و برادر دوقلو تفاوت‌های داشته باشن، چون تفاوت در ذات انسانه. خب اینها باید در مقابل تفاوت‌ها، اختلاف سلیقه ها، اینا باید انسان چیکار کنه؟ صبر کنه. در این موارد باید انسان صبر رو به خرج بده. این تنگ نباشه بگه من الان تا صبر کنم ممکنه به من ظلم بشه. بله بله، ما میگیم نه، ظلم نیست، بلکه شما همراهی و همکاری داری با همسر خود میکنی و ای داره برای زندگی خود تلاش میکنی، ای ظلم محسوب نمیشه. ما در خداوند در سوره زمر آیه 10 میفرماید انما یوفا صابرون اجرهم بغیر حساب، یعنی صابران اجر پاداشت خود را بدون حساب دریافت میکنن. بله. دیگه حساب خدا برای اونها قرار نمیده. یعنی خانم آقا فکر کنن که ما که در مقابل مثلا آقا فکر کنم در مقابل این اخلاق خانم خود، حرکات خانم خود ثبت میکنم، ممکنه حقی از مثلا ضایع بشه. نه، خداوند برای صابرین یک اجر میده، همونطور که کسانی بودن در خانواده هایی بودن. ما داریم افراد زیادی هستن در خانواده های روش کردن که او خانواده اخلاقی نداشتن، وقتی که رفتن از بزرگان سوال کردن که مثلا همسر من اخلاقی نداره، اینها گفتن که شما در او خانواده روش پیدا میکنی. به وسیله چی؟ به وسیله او صبری که میکنی، که حتی به مقامات عالی ما داریم افرادی بودن رسیدن به وسیله او صبر. خب بله، مثلا جای دوری نمیریم، الان از آسیه، همسر حضرت آسیه، همسر فرعون. فرعون چه مرد سالمی بود، مثلا چقدر باعث بشد که ظلم کنه به همسر خودش، ولی حضرت آسیه به خاطر صبری که در خانه او داشتن باعث شد که به عنوان بهترین از 4 تا زنان بهشتی باشن، به عنوان بهترین زنان باشه، و حتی برای جامعه امروزی الگو هست. مگر حالا خانمی بگن که من همسرم بد اخلاقه، اخلاق خوبی نداره، رفتار خوبی نداره، داره، خب من نمیتونم با ای بسازم. آیا واقعا اگه بشینه این خانم فکر کنه یک صدم همسر او نسبت به فرعون هست؟ میگه نه بابا، همسر من کجا، همسر آسیه کجا. خب این چی رو میرسانه؟ بی صبری ما رو میرسانه، که ما وقتی که ما خود فقط مشکلات خود رو در نظر میگیریم و مشکلات خود رو خودم در نظر میگیریم در مقابل خوبیا، خب هیچ وقت مشکلات خود در مقابل مشکلات بزرگتر ما در نظر نمیگیریم، باعث بشه که انسان دچار لطمه بشه در زندگی خودش. خب همه زندگی که ما گفتیم که زن و شوهر با هم شروع میکنن، اگر خواسته باشن که چندی تنها هدف داشته باشن برای زندگی خود، زن و شوهر باید برای زندگی خود هدف داشته باشن. یعنی چی؟ این خود باعث میشه هدف اونا حفظ بقای خانواده. وقتی که یک زن و مردی که ازدواج کردن و تعهد کردن که در کنار هم زندگی کنن و چیزی هم که برای اونا ارزش داره حفظ بقای خانواده، خب مطمئنا این خانواده میتونن در کنار هم مشکلات هم رو تحمل کنن و همدیگر رو درک کنن. بله. الان همسر ما مشکل داره، ممکنه چند سال بعد مشکلی نداشته باشه. اینها خودی از مواردی هست که انسان رو به سمتی میرسونه که زندگی خود به نحو احسن ادامه بده و حتی امیدوار کنه انسان رو به زندگی. خب وقتی که ما کسایی هستن که خانواده هایی رو الان خیلی خانواده ها رجوع میکنن، میگن ما دیگه نمیتونیم با هم سرخو زندگی کنیم. جمله میگن، میگن کاسه صبر ما دیگه لبریز شده. احسن. ما همچین چیزی رو نداریم. کاسه داره. احسن. ما همچین چیزی رو نداریم. بله. خب بسیار خب، ما بعد از یک میان برنامه باز بپردازیم به این موضوع که به هر حال عبارتی که همیشه رسم است در بین خانواده ها و ای که ما دیگه صبر نداریم، ما دیگه
تحمل نداریم، کاسه صبر ما لبریز شده و پر شده. خب بعد از یک میان برنامه. بسیار خب، از دان بیننده تشکر از همراهیتان. بعد از یک وقفه همچنان همراه ما باشید. در برج ولایت است کوکب زینب، علامه نارفته به مکتب گفتم به فلک دلت به احوال کسوخت، فریاد برآورد که زینب زینب. وقتی از امام زمان علیه السلام سوال کردن آقا کدام مصیبت است که شما فرمودید اگر اشک چشمم تمام شود خون گریه می کنم، حضرت فرمودن مصیبت اسارت ام جانم زینب سلام الله علیها. حالا از این سفر اسارت بیبی زینب سلام الله علیها برمی گرده سر دراهی کربلا و مدینه، ساربان آمد محضر آقا زین العابدین، عرض کرد آقا جان سر دراهی مدینه و کربلا قرار داری، کدام طرف می رویم؟ امر بفرمایید مدینه یا کربلا؟ حضرت فرمود برید از امه جانم زینب سوال کنید، هرچه امه هم دستور به تن امو را اجرا کنید. وقتی آمدن محضر بی بی، بی بی فرمود بریم طرف کربلا، آرزو داشتم زنده بمانم و یک بار قبر حسینم زیارت کنم، ثواب زیارت را فقط بی بی زینب سلام الله علیها میداند. قافله وقتی آمدن طرف کربلا، وقتی نزدیکی های کربلا رسیدن، بچه ها صدا زدن امه جان بوی کربلا می آید. بی بی زینب فرمود آری عزیزای من، می رویم به زیارت قبر پدرتان حسین. تا نزدیکی های کربلا رسیدن از دور چشمشان به او قبرها وقتی افتاد، مثل برگ خزان خودشان از بالای ناقه ها به زمین انداختن، هر کسی کنار قبری ناله می زنه. بی بی زینب آمد خودش روی قبر برادر انداخت، صدا زد حسین جان برادرم بلند شو، خواهر داغ دیدت آمده. صدا زد حسین جان اسیر رفتم اما امیر آمدم، رسوا کدم دودمان بنی امیره، اما دو جا قامت می زینب خم شد، موام سفید کدن، یکی که هر کجا رفتیم به ما گفتن خارجی آمدن. حسین جان این کلمه خارجی شنیدن، قامت مرا خم کرد، موام سفید کرد، این مردم نمیدانستن ما اهل بیت پیغمبر و شانیم، اما جایی که دیگه قامت و مراس نتانستم، شرمنده برادرم حسین، تمام بچه ها و زنها را به من سپردی، سعی و سالم بردم و پسا بردم، اما دختر 3 سالت گوشه خرابه شان. Oh.
خب تشکر از همراهی گرم شما هموطنان خوبه. مثل همیشه نمبر واتساپی رو برای شما عزیزان بیان میکنم، مثبت 964-780-255-13. بسیار خوشحال میشین با ما در ارتباط باشین و ما ادامه صحبت و گفتگو با خواهر خوب خانم حسنزاده در رابطه با زندگی صبورانه. خب خانم حسنزاده، قبل از اینکه ما میان برنامه و وقفه را بگوییم، در رابطه با زندگی زن و شوهر صحبتهایی داشتیم و عنوان کردیم و صبر بیان کردیم و گفتیم که چقدر زیبا هست که همسران ما در زندگی صبورانه باشن، صبورانه زندگی خودشان را پیش ببرن، صبر داشته باشن. و در مقابل باز یک معنی هم از صبر بیان کردیم، گفتیم که صبر به این معنی نیست که آدم بسوزه و بسازه، نه؟ گفتیم که صبر یعنی حرکت کردن به طرف تغییر دادن. خب اینا رو مثلا فکر کنین در یک خانواده که زن و شوهر زندگی میکنن. حالا من صرف نمیخوایم مثلا بگویم که مرد مثلا یا زن فرق نمیکنه، امکان داره که مرد مثلا در داخل خانواده رفتارهای خوب نداشته باشه، بد اخلاقی کنه، با زن خودش مثلا یا با همسر خودش رفتارهای خوب نداشته باشه و زن در اینجا مثلا گفتیم که باید صبر کنه. خب این صبر از او چه قسم میتونه باشه؟ آیا ما از تعریفی از صبر که کردیم گفتیم صبر به معنای سوختن و ساختن نیست که تو بشینی در خانه و مرد و همسر تو هر کاری که بکنه، بد اخلاقی، رفتار ناشایست، تحقیر کردن، توهین، حتی خدای نکرده لتوکوب و تمام این مسائل را انجام بده و تو در داخل خانه باید بشینی و صبر کنی، آیا این واقعا معنی صبر میرسانه با وجودی که ما از صبر یک معنی دیگه بیان کردیم؟ بله، بسیار به نکته خوبی خانمزوره اشاره کردین. ما اینو میخواییم بیان کنیم که صبر، ما گفتیم حرکت، توقف کردن نیست، سکوت نیست، بله، در جا زدن نیست، بلکه تلاش کرد. صبر همراه تلاش است. بله. یعنی همون جور که صبر میکنی باید تلاش هم بکنی. خب حالا مثلا آمدین و خانواده دچار مشکلات بود. خب اگه مشکلاتی بود، حالا مثلا بعضی از آقایان هستن میگن ما صبح میرم بیرون و با مشکلات میایم خانه و اینا، زن ما باید در خانه در مقابل رفتار ما آرام باشه و از ما مثلا چای بیاره، نانی بیاره، بچه ها رو ساکت نگه داره که من در خانه استراحت کنم. خب تا اینجی که به کل درست است، ما هیچ مشکلی نداریم. خب با توجه به اینکه زنم در داخل خانه و همون نسبت خسته است، مانده است، اولادداری کرده، حالا خواهرای خوب با میگه خوب این طرفدار خانم هاست. نه، من طرفدار هیچ کدام، من طرفدار هر دوتا هستم، هم خانم ها و هم برادرای محترم، و هر دو به واقعیت در زندگی تلاش و کوشش میکنن، هر دو باید درک شوند. اصلا درست؟ خب حالا ما برای آقایون گفتیم این قسمت آقایون، او قسمت که خانم ها هم که ما میگیم دیگه، او آقا همونطور که خسته است میایه، ما اینجوری میخوایم بگیم. پس حرف این نمیتونه اثبات کنه که خانم هم در اینجا خسته بوده به قول شما. بله، نیاز به بله. تازه کار خانم بیشتر از آقایین، در طول شبانه روز هیچ تعطیلی استراحتی نداره. بله، چون بله. باید خدمت کنه به خانواده خودش. بله، بله. حال در حد خود توانش نانی بذاره، چای بذاره و تربیت اولاد به عهده بله، اون هست. بله. چون بیشتر در با اولاد در ارتباط هست. ولی ما یک میخوایم بگیم این خانم که آقا هم حق نداره به این خانم خدا نکرده توهینی بکنه مثلا و یا اهانتی رو نسبت بکنه، ولی اگه آمد یک آقای حالا در اثر او کارهای روزمره. بله. نه که هر شب، حالا یک شبی یک تشری از خستگی یا از ماندگی، ولی اینجا دیگه خانم نمیتونه در جلوی بیسته بگه که نه، چون به من حرف زد، من الان دو تا کلام جواب این رو بدم. خب این دیگه سنگ بند نمیاد دیگه. باعث میشه که ترش ها بیشتر بشه و اختلاف ها بیشتر. اینجا خوبه که خانم صبر کنه. یعنی ما هم برای همه فضایل اخلاقی ما همونطور که اعتدال رو داریم، نه افراد داریم نه تفرید داریم. بله. اینجا خوب مثلا حال دیگه که دو کلمه حرف شد. اینجا خانم صبر کنه. بله. ولی او که ما گفتیم حق آقام نبوده که اینجا تو این حالا از روی خستگی ماندگی گپ پیش میاد گفته میشه، ولی اگه خانم اینجا صبر کرد باعث میشه و حتی در مقابل شوهرش نیستاد بلکه به عاطفه به خرج داد، به احترام گذاشت، این باعث میشه که آقا خودش رو مثلا دقت کنه به حرکات و کارهای خودش. خب ولی اگه نه،
اینجا آمد بی احترامی شد. ما او که گفتیم هدف از زندگی حفظ بقای زندگی بله. دیگه باعث میشه که بی احترامی ها شروع بشه، حتی عاطفه و اخلاق در این خانه دیگه احترام کم رنگ بشه. آه دیگه، یعنی فقط صرف به خاطر از این نیست که مثلا مرد خسته مانده باشه یک گپ زده باشه و اخلاقش هم قسم هست. احسن. خب این حال مثلا برای یک مورد، ولی بعضی از خانمایی که ما میگیم الان یا آقایونی که بی طاقت شدن در زندگی، الان قدرت حرف شنوی از طرف مقابل رو ندارن، یعنی به محض کوچکترین چیزی او رو بزرگ میکنن و همین مشکلات بزرگ حتی باعث میشه که خانواده ها زیادی رو از مثلا باعث شده پاشیده باشه. بله بله. مثلا حالا خانم به یک به نقطه رسیدن که اینا اختلاف های اینا خیلی زیاد شده، این اتفاق افتاده در خانواده ها. بله. خانم یک لحظه بشینه فکر کنه با خود خود، من الان این خانه رو که ترک کنم بروم، حال اولاد باشه یا نباشه ما کار نداریم، که او باعث میشه که اولاد چه صدمه هایی رو بزنه که وقتی اینها او صدمه هایی بخوره، او اولاد چه جوری یا با پدر باشه یا با مادر باشه. بله. چه صدماتی بخوره که بزرگ شه. ولی همین خانم با خود خوب فکر کنه که من الان خانه رو مثلا برم یا خانه پدر خود یا خانه تنها بخوام زندگی کنم، آیا من الان مشکلاتی که با این آقا دارم یا حتی آقا ها با این خانم داره زندگی بله. میکنه، هر فرقی نداره، میتونیم بگیم مثلا کلا هر کدوم از همسرا این رو فکر کنن که آیا من در زندگی بعدی من که میخواد شروع بشه یاد با کسی ازدواج بکنم، اول که تنهایه که برگردم به خانه پدر مادر خود، خانمی که برمیگرده با یا آقایی که برمیگرده به خانه پدر مادر خود با قبل از ازدواج، این رو باید بگیم که دنیا فرق کرده، او دیگه نیست، این خانه تشکیل داده به رفته و الان برگشته او مثل قبلا نیست، او احترام عزتی که باید داشته باشه در خانواده از طرف پدر و مادر، خواهران برادر، مثلا خواهر برادرها، حتی مثلا خواهر برادرها که ازدواج کردن از طرف همسران اونها، دیگه او عزت احترام یه خود کم رنگ تر میشه. درست. خب حالا ازدواج هم بکنه با یک فرد دیگه، مثلا حالا آقا جدا شد، خانم جدا شد و ازدواج کردن، آیا چه تضمینی دارن که اینها بتونن تا آخر عمر خوشبخت باشن؟ ده. ممکنه در اون زندگی بعدی او حتی از زندگی بدتر باشه. بله. پس این نکته رو آدم توجه کنه. ما در بحث سب یک چیز دارن روانشناسا خیلی به او تاکید میکنن که همیشه او بالاتر از او رو در نظر بگی، بدتر از او رو در نظر بگی، چون این بدتر از او رو در نظر بگیری به انسان قدرت سب کردن و مقاومت رو میده و حتی ساختن طرف مقابل رو به انسان میده. ما الان داریم که موفقیت ها مثلا از لحاظ مالی کسی مشکل داره، بگه من همسر خودم به حالا بس مرد خوبی هست، اهل نماز هست، از لحاظ اخلاقی هم کم و بیش خوب هست، ولی از لحاظ مالی خیلی به من سخته با این زندگی کردن. خب آیا چه تضمینی داره که وقتی از این جدا شه زندگی چون بدتری نداشته باشی؟ چون از لحاظ اقتصادی رو بگیم، چون الان ما در شرایطی داریم زندگی میکنیم که با توجه به کشوری که داریم از لحاظ امنیت، از لحاظ شغل، از لحاظ مثلا درآمدی خیلی با گذشته داره فرق میکنه. بله. حتی بیکاری زیاد شده. بله خب اینها به ما میگیم که همش این رو در نظر بگیریم که این نقطه گذره، همیشه همینجا حال نمیمانه. چه کسانی بودن که اول از زندگی خودشون خانه داشتن، موتر داشتن، زندگی خوب، درآمد خوب داشتن، ولی بعد از او دچار مشکلات شدن. بله. و حتی اون باعث شده ورشکسته بشن، کل اونا رو از دست بدن. خب و چه کسایی بودن که زندگی خود خود شروع کردن از صفر، ولی باعث شده تلاش کنن، کوشش کنن و به جایی برسن. این رو میگم که تلاش برای و حرکت کردن به سوی اهداف باعث میشه که ما رشد و موفقیت رو کسب کنیم و هیچ موفقیت هم یک شبه به دست نمیاد. این رو باید دقت کنیم. چه مثلا یکی میگن که فلان کس دکتر است. خب این که فلان کس دکتر، مزایا خوبی داره، حقوق خوبی داره، سفرهای خوب بره. خب این رو ما فکر نمیکنیم که این در زمینه ای که درس خوانده چه مشکلاتی داشته. بله. چه سفرهایی رو شاید رفته باشه، چه رنجهایی رو تحمل کرده باشه، چقدر صبر و استقامت کرده، چقدر شبهایی رو بیدار بوده. بله. که صبر و استقامت کرده که درس خوانده که تا به این جی رسیده. خب اینها رو ما فکر نمیکنیم. فکر میکنیم وقتی به افراد مثلا کسایی که لازم مالی خوب هستن نگاه
میکنه فکر میکنه موفقیت اینا یک شبه بوده، در صورتی که هیچ موفقیتی، هیچ پیشرفتی و هیچ نو ثروتی یک شبه به دست نمیاد، بلکه باید در زمینه او تلاش بشه. خانواده هم همینجور، به زن و شوهرم اگه برای زندگی خود هر دو تا همکاری کنن و تلاش کنن، مطمئنن به یک جایی میرسن و موفقیت هایی رو به دست میارن. یه جور نیست که صرفش بگن که نه ما الان هرچی هم تلاش کردیم به جایی نرسیدیم، حالا ممکنه به لحاظ مالی به نرسن، ولی از لحاظ روحی عاطفی مطمئنن باعث میشه که به جایی برسن. خب ما میگه صبوری، پس با توجه به این نکاتی که گفتیم، اینکه صبوری در زندگی تدریجیه. یعنی یک دفعی نیه، به صورت کم کم قرار هر مرحله‌ای که صبر میکنه بدان موفقیت دیگه رو انسان در پیش داره. مثل یک درخت، مثال یک درخت گیاهی رو میزنیم، مثلا چند سال این نهاله که میکارن او رو آب میدن، مثلا از نور خورشید استفاده میکنه، تا مثلا چند سال بعد این درخت میوه میده و او ثمره او رو میبینن و برداشت میکنه باغبان. خب این موفقیت های انسان هم همینجوریه، باید به پای اونها صبر کرد و استادگی کرد و مقاومت کرد و تلاش کرد که تا به جای انسان برسه. خب ما الان میخوایم مشخصاتی از افراد صبور رو بگیم. خب میگیم که افراد صبور، کسایی که صبر و تحمل اونها بالاتر هستن، روابط اجتماعی خیلی خوبی دارن. کسایی که صبور هستن، آره، کسایی که صبور هستن روابط اجتماعی بهتری دارن، نه چون همین صبر اونها باعث شده که روابط اجتماعی خوبی داشته باشن. در مقابل هر اخلاق و رفتارهایی که از دیگران میبینه کوشش میکنه که مثلا صبر داشته باشه، بگذره. احسن. حتی عکس العمل نمیده. احسن. حتی این افراد شنونده خوبی هستن. نه در خانه، حتی در اجتماع کسی اونها حرف میزنه، او حرف رو درک میکنن و روی او فکر میکنن، چون صبر دارن. سری مثلا در حتی حرفی که مثلا با مزاج اینا نخوره، با طبع اینا درست نخوره، ولی او حرف رو درک میکنن. خب افراد جامعه هم اگه دقت کنیم، چی در خانواده چی در جامعه، همه انسان ها ما یک جوری هستیم که دوست داریم حرفمون شنیده بشه. بله. هیچ کی نمیخواد حرفو مورد توجه قرار بگیره. خب افراد صبور هم این مهارت رو دارن که باعث میشه که حرف بقیه رو خوب گوش کنن. بله. خب اونجور نباشه که وقتی حرف اونها رو گوش کردن، وقتی اونها رو تحلیل کردن و اینها، اگه حرف منطقی بود به او عمل کنن. جوری نباشه مثلا چی در خانواده چی در اجتماع، وقتی حرف رو بشنون نه بگن تو حرف قصدی، ولی حرف منه. این جسور نیان، جسارت به خرج نمیدن برای طرف مقابل. بس همین افراد بحث و جنگ دعوا اینا کمتره. خب جامعه هم همین رو مایه دیگه. ولی خب خانم سنزاده، گاهی وقتا قسم آدم ها رو که میبینن نمیگن که این صبور است، میگن یک آدم ساده است، در زود فریب میخوره. درست؟ اصلا ما این رو داریم که متاسفانه دیگه در مثلا جامعه امروزی یک نفر که بسیار آرام باشه، صبر کنم، هر کس هر گپی که بزنه برش، هر چیزی که بگه نو ایچ هم قسم جواب نده، صبر کنه، میگه نو ایچ بلاست، یه سیار آدم ساده است، نمیفهمه یه چیز را. به او حدم ندیگه که متاسفانه الان جامعه ما اینجوری، چون برداشته همین که ما از سب، دیدگاه ما به سب تغییر کرده، وگر نه اصل سب همان است. اگه همه افراد جامعه شما فکر کنه یا افراد تو داخل خانواده این نگرش رو داشته باشن، اصلا ما مشکلات رو کمتر داریم. خب این سوی تفاهمیه که ما انسان ها به اینها داریم، ولی بله اونها کار خوب رو انجام میده. و من این رو بگم، بعدا همه افراد موفق تر هستن در زندگی، همه افرادی که صبر میکنن. علتش اینه که اینها در روابط اجتماعی جر و بس کمتر کردن، دشمنان کمتری دارن، حتی در روابط شغلی خود کسی که سر کار خوب میره، کار خوب به خوبی انجام میده، هیچ صاحب کار نمیاد این فرد رو بندازه بیرون. و همه افراد هم کم کم باعث میشه که به او توجه بشه. درست. و مورد احترام قرار بگیرن. یکی دیگه اینه که یکی آخر رو میگن یا یکی دیگه، وقت نیست خانم. چند دقیقه وقت داریم؟ کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. خب که خب
همه ادامهش رو بگیم، افراد صبور از ظلم دیگران میگذرن و اهل گذشتن، و این رو انشالله باز بحث جلسه آینده بله توضیح میدیم که این گذشتی که میکنن چه ثمراتی در زندگی اونها داره، و حتی با همین گذشتی که میکنن میتونن یک ضرورتی باشه برای سازش اونها در زندگی دقیقاً. باشه انشالله. بسیار گپ هنوز در مورد صبر باقی است. ما اولین برنامه ما بود انشالله در جلسات آینده. بله ما هنوز بسیار صحبت و گپ زیاد داریم در رابطه با صبر. یک موضوع بسیار گسترده است، چه در زندگی شخصی یک نفر چه در زندگی اجتماعی. تشکر، سپاسگزار از شما خواهر خوبم خانم حسن‌زاده. امیدوار هستیم در برنامه های آینده هم همچنان همراه شما باشیم. از شما هم تشکر، جان سپاس که همراه ما بودین، و تا برنامه دیگه شما را به خدای پاک و بزرگ مهربان میسپاریم و نماز اول وقت هم فراموشتان نشه. فقط یک کلمه میگم که صبر و ظفر، این دو همیشه همراه و همگام یکی دیگه هستن. خدا نگهدارتان. عليك يا أجمل خلق الله.